نوآوری و مفهوم زندگی از جهات زیادی با هم مرتبطن. برای اینکه نوآوری داشته باشیم تو زندگی، باید درک عمیقی از دنیای پیرامونمون داشته باشیم و نیازهایی که تو این دنیا وجود داره. اینجاست که نوآوری در زندگی و داشتن یک زندگی نوآورانه مطرح میشه. نوآوری‌هایی که توی سالها اتفاق افتاده، یه پایه اساسیش بهبود کیفیت زندگی مردم دنیا بوده و ما اینجا در کارخانه نوآوری آمپر سعی می‌کنیم در شتاب دهنده لایف روی ایده‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم و از نوآورانی حمایت کنیم که ایده‌هایی دارن که این زندگی و این اکوسیستم رو برای ما جای بهتری برای زندگی می‌کنه. مجموعه آمپل لایف از بین تمامی کلان روندهایی که در آینده زندگی آدم‌ها رو دستخوش تغییر می‌کنه، سه تا از کلان روندهایی که جامعه ایرانی و جامعه ایران عزیزمون رو بیشتر دچار مخاطره میکنه رو انتخاب کرده. اولین کلان روند پیری جمعیته. همونطور که میدونین طبق داده‌ای که مجموعه آمار ایران منتشر کرده، ما در حال حاضر 7% از جمعیتمون رو مجموعه سالمند و سالخورده تشکیل میدن که این عدد در سال 1450 به 22% جامعه ما میرسه. لذا با این نگاه ما نیازمند این هستیم که تمهیداتی برای این نیازهای این جامعه سالمندمون در نظر بگیریم. بر این اساس ما روی سه حوزه تمرکز بیشتری خواهیم داشت. حوزه اول بیماری هایی هستند که سالمندان ما بیشتر از بیماری های دیگه درگیرشون هستن و اثر بیشتری رو زندگیشون دارن. حوزه دومی که ما روش سرمایه گذاری میکنیم حوزه های فناوری دیجیتالیه که کمک میکنه که خدمات پزشکی در دسترس تر این قشر جامعه ما باشه، مثل خدمات در منزل و پلتفرم های پزشکی از راه دور. و حوزه سومی که ما روش سرمایه گذاری میکنیم تجهیزات و خدماتی هستند که به کنترل علائم حیاتی و علائم سلامت پیوسته این قشر عزیز جامعهمون کمک میکنن. تشخیص، پیشگیری و درمان کلان روند دومیه که توی مجموعه شتاب دهنده آمپل لایف ما بهش میپردازیم. توی این حوزه همونطوری که میدونید بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها به سلامت خیلی بستگی داره و در حوزه سلامت محاسبه پذیر بودن سلامت به این مهم خیلی کمک میکنه. فناوری‌های دیجیتال کننده حوزه سلامت تو این سال‌ها رشد بسیار بسزایی داشتن و تأثیر بسیار بسزایی توی این روند داشتن. توی این کلان روند ما تصمیم گرفتیم در مجموعه آمپل لایف از نوآورانی که توی این حوزه فعالیت می‌کنند حمایت کنیم. حوزه اینترنت اشیا در بررسی و تشخیص سلامت و حوزه شخصی سازی مراقبت‌های سلامت که توی این حوزه ما روی کیت‌های تشخیصی و همینطور درمان‌های شخصی سازی شده سرمایه گذاری می‌کنیم. کلان روند سوم و پایانی ما کلان روندیه که علاوه بر نگاه سرمایه گذاری ما، نگاه CSR و مسئولیت اجتماعی ما رو هم مد نظر قرار میده. کلان روند تغییرات اقلیمی و کمبود منابع که تو این کلان روند ما سعی کردیم با نگاه توسعه پایدار و امنیت غذایی کمک کنیم که بتونیم یک قسمتی از مسئولیت اجتماعی خودمون رو انجام بدیم. تو این قسمت ما تو 4 حوزه فعالیت میکنیم که 3 حوزه اون با کمک بازوی پلیمری این شتاب دهنده اتفاق میفته که حوزه اولش صنایع بازیافت پلیمری و اقتصاد چرخشی در حوزه پلاستیک هستش. حوزه دوم پلیمرهای تخریب پذیر هستش، بالاخص تو صنایع بسته‌بندی و صنایع غذایی که این پلیمرها از ترنز روز هستن. حوزه سوم توسعه پایدار ما کاهش و سبکسازی وزن پلیمرهای مصرفی برخص تو صنعت خودرو و صنعت بسته‌بندی هستش که ما با این اقداممون سعی می‌کنیم به کمبود مصرف منابع و کاهش آلودگی که ناشی از مصرف مواد پلیمری و تولید CO2 هست کمک کنیم. حوزه بعدی حوزه امنیت غذایی هست که ما سعی کردیم با سرمایه‌گذاری در قسمت خوراک دام اون که یکی از مهمترین حلقه‌های زنجیره امنیت غذایی هست کمک کنیم به بهبود کیفیت غذایی که در زنجیره غذایی تولید میشه و امیدواریم که دوستانی که توی این حوزه ایده‌هایی دارن بتونن ما رو در بهبود حرکتمون توی این مسیر کمک کنن.
نوآوران، کسب و کارهای نوپا، استارتاپ هایی که تو حوزه های فعالیت ما کار میکنن و دوست دارن ایده‌هاشون رو با ما به اشتراک بگذارن و از حمایت ما برخوردار باشن، میتونن از پنل توسعه کسب و کار وبسایت ما با ما در ارتباط باشن.